بندر چابهار تنها نقطه‌ای در ایران است که از تحریم‌ها معاف شده. چرا؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. چابهار بندری است در جنوبی ترین نقطه شرق ایران، بندری در دریای عمان. این بندر تنها نقطه ایران است که از تحریم‌های شدید آمریکا علیه این کشور در امان مانده. بین آمریکا، افغانستان، هند از یک سو و سوی دیگر بین دو کشور آخر و ایران ماه‌ها گفتگو در جریان بود. بخش از این گفتگوها در ماه سپتامبر انجام شد، جایی که پیش از دیدار دو جانبه وزرای دفاع و خارجه آمریکا و هند، وزرای خارجه هند و افغانستان با عباس عراقچی دیدار داشتند، معاون وزیر خارجه ایران که مذاکره کننده ارشد ایران در برجام هم بود. همه اینها نتیجه این شد که بندر چابهار به تقاضای هندی ها برای کمک به اقتصاد افغانستان از تحریم ها معاف شد. اما این برای ایران چه معنایی دارد؟ معنای آن در معادلات منطقه‌ای به خصوص با دور زدن پاکستان چیست؟ معادلات چین و هند را در منطقه چگونه تعریف می‌کند و یا از آنها مهمتر نگاه هند به تصویر بزرگتر تجارت با آسیای میانه می‌تواند برای ایران منافعی دراز مدت و ادامه دار در بین داشته باشد؟ در این برنامه سه مهمان دعوت کردیم. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک از واشنگتن همراه ماست. امین حیدری، استاد روابط بین الملل دانشگاه کاتب کابل از همین شهر، و عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان اینجا در استودیو مهمان ماست. خوش آمدید به هر سه مهمان برنامه. آقای دوشوکی، از شما شروع می‌کنم. شما اهل چابهار هستید، یه مقدار در مورد شرایط این بندر به ما بگید، چطور جایی هست بندر چابهار؟ خب اون موقعی که من متولد شدم یک شهر خیلی کوچیکی بود، بین 1000 تا 2000 نفر جمعیت، امروز نزدیک 130,000 نفر جمعیت داره و اهمیت استراتژیکی به اون صورت نداشت. نکته خیلی مهمی هم که باید عرض کنم اینه که حدود 60 سال پیش افغانستان از آمریکا و ایران در دوران شاه هم خواسته بود که بندر چابهار رو گسترش بده که افغانستان به پاکستان وابسته نباشه، ولی هم آمریکا و هم افغانستان هم ایران اون رو رد کردن بر طبق کتاب سقوط افغانستان توسط آقای قوس. بله. و الان چابهار رو به خصوص برای بینندگان شما باید بگم چابهار پروژه های مختلفی اجرا میشه. چابهار سه تا پروژه داره. یکی پروژه منطقه آزاد که برای شرکت های تجاری هست، یکی پروژه اسکله شهید بهشتی هست که همین برنامه ترانزیتی هندوستان و افغانستان هست، و دیگری برنامه توسعه سواحل بکران هست که توسط ارتش و سپاه اجرا میشه. خود شهر چابهار هم خود دو بخشه، یک بخشی که مسئولین و بومی ها در اونجا زندگی میکنن، یک بخشی که وابسته به منطقه آزاد است، و بخش دیگرش هم واقعا خود مردم، یعنی حدود 55% مردم حاشیه نشین هستن، فقیر هستن، و اینو بارها خود فرمانداران گفتن. احمدعلی موهبتی فرماندار سابق این اعتراضات رو کرد که چرا مردم در فقر زندگی میکنن، اونو عوض کردن. چرا اینطور هست؟ مگر نه اینکه خیلی ها فکر میکنن که این مهمترین گذرگاه تجاری در شرق ایران هست، چرا هیچ وقت بهش اونجوری که باید توجه نشده؟ من توضیح خواهم داد. به خاطر اینکه اصولا پروژه هایی که جمهوری اسلامی در چابهار اجرا میکنه پروژه های بومی محور نیست برای اشتغال زایی مردم اون منطقه، بلکه پروژه هایی است در اون راستای توسعه سواحل مکران که یک پروژه آمایش سرزمینی و جمعیتی است که من به اون میپردازم در طول این برنامه. ولی اگر من به این موضوع اتفاقا در کتاب خودم به نام مظلومیت بلوچستان در آینه نوشتار اشاره کردم، و اگر شما کتاب من نگاه کنید، اصلا چابهار دو بخشه، یک بخش اون بومی ها هست که در بهترین ویلاها زندگی میکنن، و بخش دیگر اون مردم بلوچ هستن که در حاشیه زندگی میکنن در کمپ های مختلف. ببخشید، وقتی میگید بومی ها منظورتون کی هست؟ بلوچ. بلوچ ها. خب اونهایی که در اون خونه ها زندگی میکنن بومی ها هستن، کسایی که در جای بهتر زندگی، اینهایی که در پایین صفحه میبینید اینها کسایی هستن که بلوچ هستن، عمدتا از روستاهایی که کشاورزیشون توسط دو به دلیل ساخت دو بند یا دو سد زیردان
بر روی رودخانه کاجو و سد پیشین بر روی رودخانه سرباز کشاورزیشون کاملا نابود شده، ناچار شدن به حاشیه‌نشینی شهرهایی مثل چابهار روی بیاورن و در اونجا حاشیه‌نشین هستن و اکثر اینها بچه‌هاشون حتی به مدرسه نمیرن. و این ادعای امثال من نیست، بلکه خود فرمانداران اون منطقه هم اعتراض کردن. آخرین فرماندار هم آقای مجیدی نژاد که یک ماه پیش دستگیر شد همین اعتراضات رو کرده بود و به اتهام رشوه دستگیر شد. منظورم اینه که حالا من به این میپردازم، هفته پیش شهرداری رفت دیوار همین بندر بهشتی رو که قرار بندر استراتژیکی کشور باشه از نظر بین‌المللی، شهرداری رفت دیوار رو خراب کرد و زمین مال ماست. منظور اینه که دعواهایی که بین نهادهای مختلف در اونجا وجود داره باعث شده که مردم واقعا با حاشیه رانده بشن. خب ما به این بحث برمیگردیم، ولی بذارید از خانم امان این رو بپرسم. خانم امان، شما کارهای زیادی کردید در مورد همین رقابت هند و پاکستان و مسائلی که در منطقه است. ما می‌دونیم در 100 کیلومتری بندر چابهار، بندر گوادر واقع هست که امیدوارم درست تلفظ بکنم اسمشو، اگر اشتباه گفتم شما بگید. این بندری هست که چینی ها الان دارن روش سرمایه گذاری میکنن در پاکستان. آیا فکر میکنید که اون چه که هندی ها دنبالش هستن به خاطر رقابت با چین هست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمونای برنامه. ببینید این دو تا بندر رو، بندر چابهار رو، حتی اگر در آینده ای که قرار به 10 میلیارد دلاری پروژه هاش تبدیل بشه رو واقعا نمیشه با بندر گوادر پاکستان مقایسه کرد. بندر گوادر درسته با اینکه نزدیک میشه به چابهار، یک بندر راهبردی نظامی هست که مثلا چین اهداف نظامی داره از توسعه این بندر. بندر چابهار یک بندر تجاری خواهد بود که اساساً چند ملیت دیگر رو مشارکت میده و راه در واقع اقیانوس آرام رو، اقیانوس هند رو به ببخشید نه آرام، اقیانوس هند رو به خلیج فارس و از اون طرف به آسیای میانه وصل میکنه. میخوام بگم که ماهیت این دو بندر رو نمیشه، یعنی میدونم خیلی ها فکر میکنن رقیب هم هستن، ولی واقعیتش این هست که الزاماً رقابت محسوب نمیشن این دو تا بندر. صحیح. یعنی گوادر و چابهار. چرا هندی ها اینقدر اصرار دارن روی چابهار؟ حالا من میخوام بهش برسم، ولی مثلا تجارتی که صحبتشون رو میکنن در حال حاضر همش 900 میلیون دلار هست با افغانستان. علاقه شون این هست که در سال 2020 برسه به 2 میلیارد. اونقدر نیست که بخوان چنین سرمایه گذاری بکنن. درست میگید. ببینید پتانسیل ظرفیت تبدیل این پروژه به یک پروژه چندین و چند میلیاردی هست که این رو اهمیتش رو بارز میکنه. در حال حاضر اگر حتی باز بین مقایسه بکنید میان تجارت هند با آسیای میانه و چین با آسیای میانه، کاملا غیر قابل مقایسه هستند. چین سالهاست به اصطلاح بازارهای آسیای میانه دسترسی گسترده داره. این هند هست که تا به حال تمام رقمی که آسیای میانه داره 1 میلیارده، ولی اگر به اصطلاح بعد از توسعه بندر چابهار و ایجاد این ارتباط میانه به اصطلاح خلیج فارس و آسیای میانه و مسکو و اروپا، به اصطلاح حالا کریدور شمال و جنوب هم هست، یک بازار به اصطلاح حضور فوق‌العاده چشمگیر و بارز خواهد داشت هند در آسیای میانه. من اینه که مسئله فقط همین لحظه زمان حاضر نیست، برای اینکه این یک پروژه طولانی و خیلی گسترده خواهد بودش. مسئله افغانستان در این میان چی؟ افغان ها دنبال چی هستن؟ چون به نظر میاد که خیلی اصرار داشتند که چابهار باز بمونه، قبلا هم ظاهرا روی اون تاکید داشتند. در ابتدا درود میفرستم به شما و مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید افغانستان یک کشور است که در خشکی قرار گرفته، بنابراین با توجه به اینکه روابطش با پاکستان دچار تنش است و دچار سرده گراییده، بنابراین این بندر میتواند در تجارت افغانستان نقش میتونه حیاتی بازی بکنه. به این معنی که این بندر میتواند افغانستان و کشورهای جنوب آسیا یا خاورمیانه و اروپا وصل کنه یا به آب‌های آزاد وصل بکنه. از اون طرف میتواند رابطه افغانستان با کشورهای آسیای میانه وصل بکنه. پس از این جهت در
روابط تجاری یا در گسترش تجاری بخصوص در توسعه اقتصادی افغانستان میتونه نقش جدی بازی بکنه. با توجه به وضعیتی که ما فعلا در افغانستان باش مواجه هستیم، او وضعیت بد اقتصادی است و این بندر اگر گسترش پیدا بکنه در آینده میتواند وابستگی افغانستان از یک طرف به پاکستان کاهش بده و از طرف دیگر میتواند افغانستان با کشورهای خاورمیانه و اروپا وصل بکنه. از این طریق میتونه افغانستان هم کالای خود صادر بکنه، هم کالاهایی که مورد نیاز افغانستان است از این طریق صادر شود و این موجب می شود که به یک نحوه به لحاظ اقتصادی افغانستان توسعه پیدا بکنه. ولی آقای حیدری چطور هست؟ رادیکال و افراطی. چطور هست که به هر حال آمریکا مسئلهش با ایران مسئله بسیار جدی هست. مدت هاست که این دو کشور با هم اختلاف دارن. چطور هست که حاضر شده بیاد از داخل خاک ایران این میانبر رو بزنه ولی پاکستان رو دور بزنه؟ چه چیزی باعث شده که در این میان به نظر میاد که همه در این نقشه دنبال ایزوله کردن پاکستان بودن؟ چرا؟ به هر صورت ایالات متحده هم توجه به منافع استراتژیک هندوستان داره، با توجه به اینکه روابطش در حال گسترش است و از اون طرف توجه میکنه به منافعی که دولت افغانستان داره با توجه به اینکه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان هست. بنابراین آمریکایی‌ها نمیتواند تمام نیازهای دولت افغانستان از طریق هوایی چی از تامین بکنه، بنابر این منافع خود آمریکایی‌ها اقتضا میکنه که این بندر باز باشد که بتونه کالاهایی که مورد نیاز افغانستان است از این طریق وارد شود. هم ایالات متحده هم توجه به هندوستان داره و هم توجه به افغانستان داره و از اون طرف با توجه به اینکه دولت پاکستان از گروه‌های رادیکال و افراطی در منطقه و خصوص در افغانستان که حدود 18 سال جامعه بین المللی در افغانستان با گروه های رادیکال و افراطی مبارزه میکنه، تلاش میکنه به یک نحوه فشار روی پاکستان وارد شود که پاکستان مجبور بکنه که دست از حمایت گروه های رادیکال و افراطی در افغانستان برداره. بنابراین ثبات و امنیت افغانستان بستگی به این داره که توسعه اقتصادی حداقل در یک کشور اتفاق بیفته. به هر میزانی که افغانستان به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا بکنه، فقر و بیکاری در یک کشور کاهش پیدا میکنه. وقتی این عوامل به هر صورت اتفاق بیفته، خواهی نخواهی روی گروه های رادیکال و افراطی که از این زمینه های فقر و بیکاری استفاده میکنه، افراد جذب میکنه، به هر صورت عقبه گروه های رادیکال و افراطی رو چی میکنه؟ کاهش میدن. آقای دوشوکی، به هر حال اگر قرار باشه که از بندر چابهار برای عبور کالا به افغانستان استفاده بشه، باید یه زیرساخت‌های دیگه هم به غیر از خود بندر وجود داشته باشه. آیا اونها وجود داره در خاک سیستان و بلوچستان؟ قراره که راهن تأسیس بشه و کار شروع شده و تا به امروز من فکر کنم حدود 40% پیشرفت فیزیکی داشته. اما دو نکته مهم رو در رابطه با راهن و کل این پروژه باید در نظر بگیریم. در رابطه با اون صحبت شما، ببینید، ما وقتی می‌خوایم این پروژه چابهار رو نگاه کنیم باید یک تصویر کلی‌تری رو ببینیم در جهان. امریکا بعد از جنگ سرد با شوروی و بعد با روسیه الان رقیب استراتژیک خودش رو چین می‌بینه. چین بنادر بسیار مختلفی رو در کشورهای مختلف در آسیای شرقی درست کرده و بندر گوادر هم از نظر امریکا نوعی خطر میشه. در نتیجه برای امریکا در دراز مدت چین رقیب هست و چین هم که رفته با پاکستان، خب امریکا ناچار، یعنی اصلا بحث چابهار حتی بحث افغانستان هم شاید نباشه، اگرچه در هر 17 سال گذشته امریکا و غربی ها در افغانستان سرمایه گذاری با خون و دلار فراوانی کردن، ولی در یک دورنمای استراتژیک این چین هست که امریکا اون رو به عنوان یه خطر میدونه. اگر هندوستان نمیتونست بیاد چابهار، شما الان میدونی همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم تعداد چینی هایی که در چابهار هستند از هندی ها بیشتره. در نتیجه امریکا این خطر را دیده بود که چین نه تنها به آبهای اقیانوس هند در گوادر و دریای عمان نزدیک میشه، بلکه تا نزدیکی های تنگه هرمز، یعنی چین الان در جاز کم پروژه‌ای رو داره. به همین دلیل امریکا ناچار شد. خب این برای سیستان و بلوچستان. سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین استان‌های کشور هست. بسیاری نگران وضعیت سیستان و بلوچستان هستند. بسیاری از مسئولان میگن اگر که امکانات مالی در اونجا بهتر بشه به وضع امنیت اون منطقه هم کمک میکنه. آیا فکر میکنید این پروژه میتونه همون پروژه‌ای باشه، پروژه نجات سیستان و بلوچستان باشه؟
ببینید توسعه چیزی است که همه مردم از اون استقبال میکنند و وقتی ما در عرض این 10 یا 20 سال گذشته بعد از منطقه آزاد ما نگاه میکنیم چابهار رو، ما میبینیم که متاسفانه در چابهار فقر رشد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه این پروژه هایی که تولید شده، به عنوان مثال در چابهار شما نگاه کنید بزرگترین مجتمع هایی که در اونجا درست شده مجتمع پتروشیمی بوده که خصولتی هستن، یعنی خصوصی و دولتی، خصوصی هاش هم وزیران دولت هستن، مثل آقای نعمتزاده هستن که خانواده اون بیشتر این شرکت های پتروشیمی رو دنبال میکنن، راهن هست، صنعت فولاد مکران هست، اینا تمام غیر بومی هستن و باور کردنی نیست در چابهار. همین هفته پیش خود علمای چابهار، خود معتمدین جلسه گذاشتن و مسئولین گفتن این کارهایی که در چابهار میشه اینها هیچ کمکی به بومی ها نمی کنه. چرا؟ یعنی هیچ کاری برای جمعیت بومی ایجاد نمی کنه، هیچ امکان تجارت برای اونها ایجاد نمی کنه، یا اونها اصلا به بازی گرفته نمی شه؟ نه، اونا واقعا به بازی گرفته میشن. همونطور که گفتم متاسفانه گرانی در چابهار بیدار میکنه، قیمت زمین ها در چابهار اندازه تهران شده به عنوان مثال، و واقعیت اینه که این یک پروژه ترانزیتی هست که امریکا به کمک هندوستان میخواد پاکستان رو دور بزنه و هندوستان هم خیلی تمایل داره که از هر طرف پاکستان رو محاصره کنه، خود هندوستان در شرق، افغانستان در شمال و سیستان و بلوچستان در غرب پاکستان رو محاصره کردن. ایران، آمریکا میتونه چین رو مهار کنه، اون قدرت اقتصادی چین رو مهار کنه. همه اینها باعث شده که این پروژه چابهار بیاد. ولی در این حال اینو دقت کنیم، اون چیزی که در این پروژه محسوب نشده به حساب نمیاد مردم بومی هستن و اعتراضات زیادی هم شده متاسفانه، اما اونا کو گوش شنوا. خانم امان، به هر حال الان این بندر از تحریم های آمریکا معاف شده، برای ایران چه فایده ای میتونه داشته باشه این؟ آیا ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای تجارت بیشتر؟ امکان دور زدن تحریم ها رو به نوعی به ایران میده این بندر؟ بذارید قبل از اینکه جواب این پرسش شما رو بدم یه نکته رو اشاره کنم، اینکه تحریم ها از زمان انقلاب تا کنون، یعنی هر دور تحریمی باعث شده که ایران بیشتر از پیش به جنوب آسیا رانده بشه. اساساً تحریم های غرب همیشه ایران رو به طرف جنوب آسیا رانده، به طرف چین و هند. حالا یه سری از این به اصطلاح معافیت این بندر از تحریم ها احتمالاً باعث خواهد شد که پروژه ادامه داشته باشه، ولی یادتون باشه حتی زمانی که تحریم ها نبودن این کار به کندی پیش رفته. علتش هم این هست که یه سری بانک های به اصطلاح خارجی که باید بودجه رو فراهم بکنن همیشه نگران تلافی آمریکا بودن. حتی در زمانی که بعد از برجام که بخشی از تحریم ها لغو شد، باز این پروژه میان هند و ایران مشکل تامین هزینه داشت. یعنی این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد، اما باعث خواهد شد که این منطقه به اصطلاح این پروژه فلج نباشه. و خب خیلی بسیار مثبته، هم برای ایران هم برای دو کشور دیگری که به اصطلاح دخالت مستقیم دارن در این، هم افغانستان و هند در این لحظه. آقای حیدری، به نظر شما افغانستان چقدر میتونه از این پروژه استفاده بکنه با توجه به اینکه به هر حال همونطور که گفتم تجارت بین هند و افغانستان در حال حاضر چندان بالا نیست، حدود 900 میلیون هست، ممکن هست در طی 2 سال آینده بیشتر بشه به 2 میلیارد برسه، اما واقعا افغانستان چه چیزهایی رو از هند میگیره که اینقدر به چنین مسیری احتیاج داشته باشه؟ با توجه به که هندوستان با پاکستان در حال رقابت است، به هر صورت هندوستان به دنبال منافع استراتژی خود در افغانستان است، تلاش میکنه که در افغانستان نفوذ بیشتر به هر صورت به دست بیاره تا موازنه قوا را در افغانستان به یک نحو به نفع خود بچرخانه. این از یک جهت هندوستان تلاش میکنه که در افغانستان، و افغانستان هم به یک نحو علال قاعده تلاش میکنه منافعش گره خورده به یکی با هندوستان به عنوان یک قدرت نوظهور که در آینده جز قدرت های جدی خواهد بود رابطه برقرار بکنه که در بلند مدت خواهی نخواهی منافع افغانستان چه است حفظ خواهد شد، و از او طرف انگیزه هندوستان در افغانستان برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی چه است بیشتر است. شد از این جهت با توجه به یکی موقعیت افغانستان به لحاظ ژئوپلیتیک موقعیت حساسی است که 4 منطقه را به
به هر صورت وصل میکنه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تلاش میکنه که در افغانستان به هر صورت حضور پیدا بکنه تا بتونه رقبای خود مهار بکنه یا منافع خود به هر صورت تأمین بکنه. از این جهت به نفع افغانستان است که یک سیاست متوازن حداقل متعادل در افغانستان در پیش بگیره و درباره توازن که صحبت میکنید جناب هیدری، در مورد توازن که صحبت میکنید ممکن است در مورد نقش چین هم به ما بگید. مسلما چین خیلی خوشحال نخواهد شد از تقویت نقش هند در افغانستان. این مسئله درست است، یعنی یکی از دلایلی که هندی ها علاقمند است که به صورت در حوزه افغانستان و آسیای میانه به صورت فعال مشارکت بکنه توجه به رقیب خود چین داره و از اون طرف توجه به پاکستان داره. خواهی نخواهی از این طرف هم آمریکایی‌ها تلاش میکنه برای اینکه در آینده چین مهار بکنه، هندوستان تقویت میکنه. روی جهت فعلا با توجه به اینکه دولت افغانستان رابطهش مقدار بیشتر گرم با دولت هندوستان و ایالات متحده و این دو کشور تلاش میکنه که نقش هندوستان در افغانستان چه است افزایش پیدا بکنه و هندوستان نقش جدیتر در حوزه افغانستان بازی بکنه، با توجه به اینکه هندی ها به لحاظ ایدئولوژیک از نیروهای سکولار در افغانستان حمایت میکنه. تقویت نیروهای سکولار در افغانستان خواهی نخواهی جریان رادیکال در افغانستان تضعیف میکنه و تضعیف جریان رادیکال در افغانستان خواهی نخواهی منافع پاکستان در افغانستان تضعیف خواهد کرد، یا او عقبه که پاکستان از اون نیروها استفاده میکنه برای رسیدن به منافع خود در افغانستان تضعیف خواهد شد. این هم به نفع چی است؟ به نفع هندوستان است، هم به نفع آمریکایی است و هم خواهی نخواهی به نفع دولت افغانستان است، با توجه به اینکه گروه های رادیکال و افراطی افغانستان حداقل در دو دهه دچار بحران و بی‌ثباتی کردند. خانم امان، در مورد پاکستان شما بیشتر به ما بگید. به هر حال پاکستان و آمریکا سالها روابط استراتژیک داشتن در این منطقه. الان واقعا آیا باید باور کرد که آمریکا داره به رقبای پاکستان در این حد کمک میکنه که پاکستان رو دور بزنن؟ خیلی خوشحالم که این نکته رو مطرح میکنید، چون من اومدم در ادامه صحبت دوستان اینو بگم که این طرح‌ها بیشتر از مسئله اقتصادی امنیت منطقه رو به اصطلاح بهبود میبخشن. یعنی همه این بندرها رو نباید الزاماً در رقابت جدی دید، هر طرح رو در افغانستان نباید برای کوبیدن پاکستان دید، هر طرح هند رو نباید الزاماً در رقابت با پاکستان دید. درسته که همه این کشورهای منطقه در مثلا منطقه جنوب آسیا در تلاش استقلال از فرض کنید از همدیگه هستن به لحاظ اقتصادی، ولی هر طرح اقتصادی بزرگ در منطقه جنوب آسیا تا به حال حداقل اینجوری بوده که به امنیت کل منطقه کمک کرده. از این جهت نباید الزاماً مثلا برنامه بندر گوادر پاکستان رو در رقابت با چابهار ببینید یا کل ماجرا رو به رقابت بین هند و پاکستان، انکار نمی کنم یعنی 100% هست، اما یک نکته ای که نباید فراموش بکنیم و نادیده بگیریم امنیت کل منطقه‌ایه که با هر کدوم از این پروژه های اقتصادی کمک میشه بهش. آقای دوشوکی، به هر حال همونطور که قبلا هم اشاره کردم سیستان و بلوچستان از منطقی از ایران هست که در سالهای گذشته مشکلات امنیتی کم نداشته. همین یک دو هفته اخیر یکی دو مورد روبودن مرزبانان رو داشتیم در اون منطقه. چقدر این منطقه آرام هست برای چنین پروژه‌ای؟ چقدر ایران میتونه امنیت این منطقه رو برقرار بکنه برای اینکه بتونه تجارت رو در اونجا سامان بده؟ برها بازیگران منطقه‌ای در اونجا فعال هستند. حدود دو سال پیش یکی از تجار هندی به نام کلبشان از چابهار توسط عوامل پاکستانی روبوده شد و بلوچستان پاکستان برده شد و در اونجا در تلویزیون اومدن گفتن این جاسوسه و یک جاسوس دیگری هم با اون همکاری میکنه در چابهار و پاکستان از جمهوری اسلامی خواست که اینها رو بیرون بندازه. اینا گفت جاسوسن و دارن برای امنیت پاکستان. از اون طرف دیگه جمهوری اسلامی هم ادعا میکنه که پاکستان از گروه های مثل جیش العدل حمایت میکنه به همراه عربستان. پاکستان هم جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که از گروه های جدایی طلب بلوچستان در شهرهای استان سیستان و بلوچستان حمایت میکنه. در نتیجه تمام این بازیگرها در اونجا فعال هستند و تا زمانی که کل موضوع پاکستان و ایران از نظر اون دکترین امنیتی خودشون حل نشه مشکل بقیده من برطرف نمیشه. نکته اساسی هم که باید دقت کنیم در این بازی هایی که در اونجا صورت میگیره، جالب اینه که من مقاله خوندم دیروز از
سفیر سابق پاکستان در سازمان ملل که میگفت این به اصطلاح the new great game قول انگلیسا یا بازی جدیدی هست که همیشه در مورد افغانستان، شوروی سابق و روسیه، امریکا، بریتانیا در گذشته بوده و این الان بقیده من اشتباهات بزرگی رو پاکستان مرتکب شد و چون از نظر ایدئولوژیکی ارتش پاکستان اینقدر ضد هنده بزرگترین اشتباهات رو مرتکب شد. قراردادی امضا شد حدود 8 سال پیش، یعنی سال 2010 میلادی بین افغانستان و پاکستان که تمامی به اصطلاح مواد لازم از طریق بندر کراچی بیاد به افغانستان یا بعدها که بندر گوادر توسعه پیدا کرد از اون ور اونا موافقت کردن، اما پاکستان اصرار کرد که تحت هیچ شرایطی حتی یک کامیون اجازه نمیدیم از هندوستان بیاد و این امریکا به پاکستان فشار آورد، گفت شما لطف کنید اینو بزنید. اینی که الان ما ببینیم شده چابهار، این یه پروسه 8 ساله‌ای بود که این پاکستانی ها متاسفانه با اصرار و سماجت ایدئولوژیکی که ضد هندی هستن باعث شد. شاید هم خوشبختانه برای ایران و اهالی چابهار. من عذر می‌خوام، من رو می‌بینم که برای ایران برای ولی خب بحث اینه که این یک بازی کلا استراتژیکی که ابعاد بین‌المللی داره، ابعاد منطقه‌ای داره و اینها همه باعث شده که امریکا در نهایت این اجازه بده. و این نکته آخری که من می‌خوام اشاره کنم و خیلی مهمه، این پروژه هندوستان و افغانستان یک پروژه صرفاً ترانزیتی هست که دو بخش داره، یک بخش اسکله داره که قرار از همین ماه این اسکله‌ها تحت کنترل کامل شرکت‌های هندی در بیاد و یک پروژه راهن هست. در ضمن این پروژه راهن هم مشخص نیست. نکته آخر اینه که قرار اینها این پروژه راهن یک پروژه‌ای بهش میگن بلاک ترین، یعنی کانتینرهای بزرگ میاد در اون اسکله تحت مدیریت هندوستان بار قطار میشه و ایران حتی حق نخواهد داشت که این کانتینرها رو باز کنه نگاه کنه تا چون این کانتینر مال ایران نیست. کارهایی که به عنوان مثال اتریش با آلمان میکنه یا اتریش با ایتالیا میکنه، چون اتریش محصور در خشکیه. همین من فکر میکنم این پروژه به این صورت خواهد بود در دراز مدت و ایران هیچ سودی به اون صورت استراتژیک از این نخواهد برد و فقط یک پروژه ترانزیتی خواهد بود تا ببینیم مثلا 5 یا 10 سال آینده این شطرنج زمین بازی سیاست در اون منطقه چگونه رقم خواهد خورد و مشخص هم نیست که تا اون موقع واقعا جمهوری اسلامی به این صورت که ما میبینیم باشه یا نباشه. متشکرم آقای دوشوکی. آقای دوشوکی، آقای حیدری، خانم امان، ممنونم از شما. ممنونم که با صفحه 2 همراه بودید. شب و روزتون خوش.